شدم. ای حد بر این گل نگهبانی نیست، چوپان و سگ و گرگ برادر شدم. با درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون پارس اسرائیل، پریسا هستم، با شما خواهم بود تا مهمترین خبرها و رویدادهای ایران، اسرائیل و جهان رو به سمع و نظر شما عزیزان برسونم. ضمن اینکه سپاسگزارم از همه تشویق هاتون، از تمام پیام های پر از مهرتون برای تیم رسانه پارس اسرائیل. و امروز پنجشنبه 13 آذر ماه 1399 خورشیدی تازی، برابر با 3 دسامبر 2020 میلادی و یود زین به کیسلف به تاریخ عبری است. بنده پریسا هستم، با شما خواهم بود تا مهمترین خبرها و رویدادهای ایران، اسرائیل و جهان رو به سمع و نظر شما عزیزان و یارانم برسونم. ضمن اینکه فراموش نکنید برنامه های ما رو همچنان میتونید از طریق ماهواره های جی بی، روکو تی وی باکس مشاهده کنید. برنامه های ما از طریق ماهواره های جی ال ویز هم پخش میشه و همچنین وبسایت ما www.parsfasileisrael.com در اختیار شما نازنینان، از اونجا هم میتونید به ما بپیوندید و همچنین پارسا تی وی و سرچشمه تی وی رو میتونید در گوگل جستجو کنید، از اونجا هم برنامه های تلویزیونی ما رو ببینید و همچنین فیسبوک من پریسا دانیل بلاتین کامران آویف یا فیسبوک اسرائیل پارس تیوی در اختیار شماست، از اونجا هم میتونید برنامه های ما رو ببینید. دوستان خوبی که همکنون در فیسبوک با ما هستید، تمنا دارم برنامه رو اشتراک گذاری کنید و کمکی کنید تا صدای بی صدایان باشیم و صدای ما رساتر، بلندتر، قویتر از همیشه به گوش جهانیان برسه. و همچنین برنامه ها در یوتیوب هم قرار میگیرن و همچنین دیوار تلگرامی اسرائیل پارس تیوی برای عزیزانی که از ایران میخوان تماشا کنن. فراموش نکنید یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برنامه رو برای دوستانتون ارسال کنید. میپردازیم به دمای هوا در اسرائیل. دمای هوا در تل آویو 12 تا 22 درجه، در اورشلیم 11 تا 16 درجه و در بندر خیفا 15 تا 21 درجه پیش بینی شده. آمار مبتلایان به کووید 19 در اسرائیل هر لحظه داره تغییر میکنه و گویا روند سعودی طی کرده که باعث نگرانی خیلی ها شده و انقریبه که دوباره کشور اسرائیل به قرنطینه بره. یعنی ما مردم اسرائیل باید به قرنطینه بریم. بسیار بسیار ناگواره این داستان. البته در خبرها خواهم گفت که در انگلستان از همین هفته شروع میکنن به زدن واکسن کووید 19. بله، در حال حاضر در اسرائیل 11660 نفر مبتلا داریم به کووید 19 که روز به روز داره به این تعداد افزوده میشه. 370 نفر نسبت به دیروز اضافه شدن و 531 نفر در بیمارستان ها و مراکز درمانی بستری هستند و 292 نفر در شرایط سخت به سر میبرند و از بین اونها 85 نفر با کمک دستگاه های تنفسی ادامه حیات میدن و 2890 نفر در اسرائیل به خاطر ابتلا به کووید 19 جان خودشون رو از دست دادند. با آنکه پیشنهاد انحلال پارلمان اسرائیل و برگزاری چهارمین دور از انتخابات زود هنگام در جلسه شب گذشته کنست پارلمان اسرائیل به تصویب رسیده، ولی هنوز این احتمال به کلی منتفی نشده که دو جناح درگیر حکومتی بتونن در واقع با هم کنار بیان. یعنی امکان وجود داره شاید که با هم کنار بیان
و از یک انتخابات در اسرائیل پرهیز بشه. میدونین که انتخابات هزینه بسیار زیادی رو برای دولت اسرائیل خواهد داشت و امروز پنجشنبه گفتگوهایی در این زمینه بین نمایندگان دو حزب لیکود و آبی سفید شروع شده، ولی بعید به نظر میرسه که پایان سازنده‌ای داشته باشه. یعنی به هیچ وجه آقای بنی گانس و بنیامین نتانیاهو با هم کنار بیان نیستن که نیستن، با اینکه هر دو حزب هم میگن که خواهان انتخابات زودهنگام نیستن. یعنی هیچ کس این انتخابات زودهنگام رو تایید نمی کنه و هر دو از لزوم همکاری و هماهنگی و مشارکت واقعی صحبت می کنن، ولی اتهامات همچنان بین دو طرف وجود داره. بنیامین نتانیاهو در یک نشست رسانه‌ای که به طور مستقیم از تلویزیون ها پخش می شده حزب آبی سفید رو متهم به عهد شکنی کرده، ولی سران آبی سفید گفتن که خود نتانیاهو بوده که تعهد کتبی خودش رو زیر پا گذاشته و از ارائه لایحه بودجه به پارلمان خودداری کرده. تا در هنگامی که دلش بخواد، به قول یعنی آبی سفید و بنی گانس معتقده که آقای نتانیاهو هر وقت که هر کاری دلش بخواد انجام میده و به هر حال این دولت معلوم نیست که تا کی دوام بیاره و امکان زیادی هست که پیش بینی کردند که برای انتخابات زود هنگام دیگری مردم پای صندوق‌های رأی برن. با از سرگیری مجدد همکاری امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین، ابو مازن با اسرائیل بالغ بر 1 میلیارد دلار از مبلغ معوقه های مالی مربوط به درآمدهای مالیاتی به حساب این تشکیلات ریخته شده که البته کشور قطر با اجازه اسرائیل این مبالغ رو به این حکومت خودگردان فلسطین پرداخت میکنه. خب اونها هم به جای اینکه برن کشورشون رو بسازند، برای مردمشون اشتغال زایی کنند، کارخانه جات درست کنند، میرن و این پول رو خرج رهبران خودشون میکنن، مثل جمهوری اسلامی، یا خرج تروریسم میکنن به نوعی. و از بعد حادثه مردم غزه و فلسطین هم از شرایط خوبی برخوردار نیستند. آقای نفتالی بنت گفته که جهان بدون فخری‌زاده جای امن‌تری است. نفتالی بنت رهبر حزب یمینای خداش، یعنی حزب جدید راستگرای اسرائیل، گفته که امیدوار بتونه به نخست وزیری هم برسه. یعنی این آقا خیلی صدای نخست وزیری هم در سر میپرورانه و در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده، چهره پرنفوذ سپاه تروریستی پاسداران، گفته که جهان بدون او جای امن‌تری است. بنت روز پنجشنبه 13 آذر ماه در یک مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ ضمن ابراز بی‌اطلاعی از اینکه چه کسی فخری‌زاده را کشته از این اقدام استقبال کرده و گفته که این فرد تنها یک مشکل بزرگ، بلکه یک مشکل بزرگ هسته‌ای بوده و جهان بدون او جای امن‌تری است. آغاز گفتگوهای محرمانه ترکیه و اسرائیل بسیار مهمه دوستان. ترکیه گفتگوی محرمانه ای رو با اسرائیل آغاز کرده که شامل جلساتی بین رئیس اطلاعات ترکیه، یکی از اعضای رئیس جمهور اردوغان و مقامات ارشد موساد بوده. گزارشگر ترکی به گفته منابع خودش از آنکارا گزارش داده که حداقل 3 جلسه قبلا بین طرفین برگزار شده. به گفته وی احتمال بازگشت سفیران دو کشور به محل کارشان در نظر گرفته شده است. طرفین همچنین در مورد وضعیت سوریه و شرق مدیترانه گفتگو کردند. اسرائیل به نوبه خود خواستار این است که ترکیه اجازه ندهد ستاد عملیاتی حماس از خاک این کشور فعالیت کند.
از طرف دیگر ترکیه ظاهراً به دنبال بهبود خاصی در روابط با اسرائیل است. بله، کاملاً واضح و مسلمه. مدتی پیش تنش‌هایی بین ترکیه و اسرائیل اتفاق افتاده بود که ظاهراً دارن این تنش‌ها رو ترمیم می‌کنن و نیروی دریایی ارتش اسرائیل از ناوچه جدید خود به نام سعر سیکس رونمایی کرده. سپاه پاسداران اخیراً یک کشتی تجاری رو خریده بود، رنگ کرده بود، به جای ناو جدید از آن رونمایی کرده بود. نه عزیزم، این ناوچه اسرائیلی ها بسیار بسیار مجهز تندرو هست، مجهز به موشک و توپخانه است و هدف از خریداری اون نگهبانی از حوزه های گاز سوختی در دریای مدیترانه است که در حوزه آبهای اقتصادی اسرائیل قرار داره و استخراج گاز از آنها از سال پیش آغاز شده و میلیاردها دلار برای اسرائیل درآمد ایجاد میکنه. گروه تروریستی حزب الله لبنان که از حکومت ایران دستور میگیره بارها تهدید کرده بود که سکوهای استخراج رو که در فاصله نسبتا دوری از خاک اسرائیل و در وسط دریای مدیترانه قرار داره نابود خواهد کرد. و به همین دلیل اسرائیلی ها بسیار بسیار مراقبن که اتفاقی نیفت. و فعالیت پهپادی نیروهای هوایی ارتش اسرائیل بر فراز غزه که خبر دادن که بسیار بسیار اسرائیلی ها در آماده باش هستن. ارتش اسرائیل بسیار دوستان بسیار آماده باشه و خب این نشان دهنده و بیانگر اینه که ممکنه تنش‌های اتفاق بیفته، اگرچه که خب آگاهان گفتن که این سران جمهوری اسلامی شاید الان در حال حاضر تمایلی به ایجاد تنش نداشته باشن بین کشور اسرائیل و ایران و یا با آمریکایی‌ها، به خاطر اینکه خودشون خیلی خوب میدونن که نمیتونن توان مقابله و رویارویی رو با اسرائیل ندارن. ولی خب بارها شنیدیم که تهدید شده اسرائیل و گفتن که با خیفا رو با هاگ یکسان خواهیم کرد، بنابراین بسیار مراقب هستند. اگرچه که شیخ حسن نصرالله سرکرده حزب الله هم اینها هم ترسیده، آقای شیخ حسن نصرالله هم از بعد از این که فخری‌زاده رو ترور کردند، فخری‌زاده رو کشتن، این آقای شیخ حسن نصرالله دو تا پا داشته، چهار تا دیگه هم قرض کرده و فرار رو برقرار ترجیح داده. روزنامه کویتی به نقل از یک منبع که آن را مطلع توصیف کرده نوشته حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان قصد دارد به ایران برود و احتمالاً وی قبلا این اقدام را انجام داده است. یعنی این آقا در حال حاضر در تهران، نماینده تروریست های جهان، خودش تروریست دیگه که اصلا هم هرگز به قولش عمل نکرد، یادش نیست که گفته بود تابستون گذشته قراری که جام شهادت رو سر بکشه، ولی همچنان زنده است، حالش هم از همه بهتره. و این منبع برای روزنامه کویتی توضیح داد که سرویس های اطلاعاتی لبنان و کشورهای همسایه پس از ترور محسن فخری‌زاده روابط سپاه پاسداران و حزب الله رو رصد کردند و این منبع انتظار دارد که نصرالله برای مدتی در تهران بماند. البته یادتون نره که زینب سلیمانی، این دختر حاج قاسم سلیمانی، قبلا گفته بود که حسن نصرالله عموشه و بعد یه جورایی هم فامیل شده بودن با هم و بعد یکی اون داده بود چهار تا اون گرفته بود. خلاصه بریم یادی کنیم از دختر حاج قاسم سلیمانی که چطوری تعارفتی که پاره میکرد و به این آقا میگفت عمو جون، از کی تاله این شده عمو جون ما ایرانی ها. البته زینب خانم ایرانی نیست. شهادت پدریکا و صهیونیز بدانند، شهادت پدرم
موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. خانواده های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند، در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که تو کفایت میکنن. بله این آقا هم باور کرد و اومده خونه زینب خانم ظاهرن. و سناتور تد کروز از دیوان عالی خواسته که برای ورود به مسائل انتخابات ایالت پنسیلوانیا اقدام کنه. راستی راستی داره یه اتفاقی در آمریکا میفته دوستان. طبق قانون ایالت پنسیلوانیا اجازه ارسال رأی پستی در این حجم وجود نداشته. یک قاضی رأی به توقف تایید نتایج رأی داده و با این تفسیر میدونین که تعداد اکثریت ایالت ها فرماندار ایالت ها اینها جمهوری خواه هستند و اگر بدین ترتیب پیش بره احتمال زیادی داره که دونالد ترامپ در کاخ سفید بماند. و سیدنی پاول از وکلای مستقل و پیگیر اثبات تقلب در انتخابات آمریکا میگوید تا الان مقدار زیادی پول که منشأ آن چین بوده پیدا کردیم. ایران و چین و هنگ کنگ و سربستان در سیستم انتخاباتی ما تأثیر داشتند. بساط بی‌عدالتی ها باید جمع شود. بریم صحبت های این بانو رو بشنویم. سیدنی پاول که معتقد دست های پشت این داستان بوده و پول های اینجا خرج شده. قطعاً دوستان خوبم دونالد ترامپ و همراهانش می دانستند که قرار این تقلب اتفاق بیفته. می دانستند که دموکرات ها نمی خواهند اجازه بدهند که ترامپ در کاخ سفید بمونه. بنابراین چون می دانستند حتما تدابیری هم اندیشیده بودند که امروز با تمام اعتماد به نفسشون با تمام وجودشون دارن ثابت میکنن که تقلب اتفاق افتاده در سطح وسیع. حالا بعضی از دموکرات ها بعضی از طرفدارای بایدن میان میگن که آقا خب تقلب همینجا میشه، ولی خب این تقلب اینقدی نبوده که رو نتیجه آرا اثر بذاره. آقا بوده ثابت هم کردن. با هم میریم امروز در این رابطه مدارک و شواهدی رو ببینیم. We've already traced a lot of the money that did this back to China. We have internet white hat hackers, I think they call them, who saw back doors open in the system and saw people in Iran and China and Hong Kong and Serbia and I don't know how many countries having influence in our election system. All of this must come to a screeching halt right now. You and your children and your grandchildren and their children deserve the very best America has to offer. Irano, Chino. هنگ کنگ و سربستان و همه این کشورها در انتخابات آمریکا شرکت داشتن. فکر کنم اینقدر برای این کشورها مهم بود برای خود مردم آمریکا اصلا مهم نبوده. به هر حال بساط بی‌عدالتی ها باید جمع بشه و جسی بینل وکیل و عضو تیم حقوقی مایک فلین از نوادا چنین گفته که ما بیش از 40,000 نفر
که دو بار در انتخابات رأی دادند را به دادگاه معرفی کردیم. پس از دیوان عالی ویسکانسین، دیوان عالی ایالت پنسیلوانیا نیز دستور توقف اعلام پیروزی جو بایدن در این ایالت رو صادر کرد. Evidence of real voter fraud. Thousands and thousands of instances in voter fraud in Nevada alone by 5 o'clock today that will be submitted to the court. And we have instances, for instance, of 40,000 plus people who have voted twice in the election. That's real voter fraud. We have data showing that people who were on the record as having voted by mail didn't even receive ballots and say that they didn't vote. We have a lot of evidence that we are going to be presenting to the court showing that voters have been disenfranchised in Nevada because every single time there's a fraudulent vote cast, put into the system, it dilutes the votes of honest voters. و تجمع هواداران پرزیدنت ترامپ در ایالت جورجیا با عنوان دزدیدن رأی را متوقف کنید. جمعی از طرفداران دونالد ترامپ جمع شدن و ترامپ هم با قدرت تمام گفت محال ممکنه که جو بایدن رئیس جمهور آتی آمریکا بشه. یعنی اینقدر مطمئنه، اینقدر مطمئنه که نمیشه، نمیشه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نخواهد شد به گفته آقای دونالد ترامپ. و لین وود از وکلای پرزیدنت ترامپ گفته که مردم جورجیا رو تشویق میکنه که به سراغ فرماندار برن و بخوان که هرچه سریعتر به تقلب انتخاباتی پایان دهد و پس از آن میتواند استعفا دهد. در ادامه این تجمع که آقای پرزیدنت ترامپ هم در جورجیا سخنرانی خواهد کرد، کیلی مک‌آنانی یک توییتی زده که تقریبا هر یک از توییت های پرزیدنت ترامپ رو سانسور میکنن. اتفاقا این خانم هم اکانتش رو سانسور کردن، حذف کردن. بسیار خشمگین بوده، عصبانی بوده، گفته که بر توییت آیت الله هایی که خواستار نابودی اسرائیل هستند هیچ برچسبی نمیزنن و اضافه کرده که توییتر تبدیل شده به یک ناشر و به خاطر سانسورش نباید محفوظ بماند. حالا اینم صحبت مک‌آنانی بود، بانویی که عصبانی از اینکه توییتر توییتش رو حذف کرده. I wanted to ask about Section 230. Is President Trump willing to allow a government shutdown over that in the national defense bill? The president has made clear the importance of 230, and he, I would point you to his tweet about how that pertains to the NDAA. One thing I would say, when you look at 230, just to explain for the American public exactly what that is, it's essentially a shield that is given to social media networks because they claim to be the public square. But in the case of Twitter, Twitter has become a publisher, choosing to fact check certain content. And when you're a publisher, there are certain responsibilities with that. You should not be immune from liability. And when you look at what Twitter has done on the Ayatollah Khomeini, we were just looking at his. بله، ظاهراً ارتش هم ممکنه ورود کنه. خیلی ها دستگیر شدن، خیلی ها به خاطر تقلب در انتخابات آمریکا الان امروزه دستگیر شدن و هیچ بعید نیست که ارتش هم ورود کنه. ورود ارتش نزدیک میشه. پرزیدنت ترامپ گفته که اگر ما متقلبین را از ریشه نکشیم بیرون و تقلب را ریشه کن نکنیم، دیگر کشوری برای ما باقی نخواهد ماند. برگ دیگری از تقلب در انتخابات آمریکا که مت براینارد، این آقا در جلسه شنو در آریزونا نشان داده که بسیاری از رأی های پستی از طرف رأی دهندگان درخواست نشده و این رأی ها غیرقانونی هستند. پروژه
صحت انتخابات با ارائه داده‌های بسیار دقیق به مقامات FBI قضایی و مدعی است فقط داده‌های این پروژه به تنهایی میتونه 3 ایالت ویسکانسین، جورجیا، آریزونا رو به نفع پرزیدنت ترامپ تغییر بده و بقیه موارد جای خود داره. یعنی دوستان، اینجوری که من متوجه شدم، اصلا اگر آقای دونالد ترامپ هم به اون تعداد، به اون میزان رأی الکترال نرسه، ولی کاری کنه که اون رأی‌ها از جو بایدن هم کسر بشه، یعنی در واقع جو بایدن هم به اون میزان آرا نرسه، اون وقته که ایالت‌ها هر کدوم باید تصمیم بگیرن و ریاست جمهوری آتی خودشون رو انتخاب کنن و اونجاست که شانس ممکنه یار باشه با دونالد ترامپ و اون رو در کاخ سفید بمونه. یعنی این موضوع ممکنه که اتفاق بیفته. بله، خب یکی از صحبت‌های افرادی که در این استماع، در این برنامه صحبت کردن در دادگاه، بریم با هم بشنویم و اینها رو دوستان خیلی مهمه، هیچ کدوم از رسانه‌ها پخش نمی‌کنند. شما اصلا در رسانه‌های خصوصا فارسی زبان به هیچ عنوان این صحبت‌ها رو نمی‌شنوید و نخواهید شنید. اونها فقط یک جا و یک باره میگن که آقای دونالد ترامپ هیچ مدارک و مستنداتی نتوانسته ارائه بده، داله بر این که یک تقلب حسابی شده و این تقلب هم اگر شده باشه چند تا اشتباه و چند تا رأی تأثیر نداشته. این صحبت هایی که رسانه های مافیایی بزرگ جهان امروزه دارن مطرح میکنن، ولی این شواهد و قرائن و شاهدین رو نشون نمیدن که چه اتفاقی افتاد. مردم باید بدونن. Hello, this is Mary Kemper with Voter Integrity Fund. May I please speak to Charles? With this, who are you with? Voter Integrity Fund. Charles Martz in the state of Arizona and is Mark is having requested an absentee ballot. Did you request an absentee ballot? Absolutely did not. No. Okay, and did you? Okay, no. Okay, somebody from our team will follow up with you, and can you please... بله، تقلب گسترده در ایالات متحده آمریکا و تداوم فشار حد اکثری و کمرشکن آمریکا که هواپیماهای مسافربری از آسمان ایران عبور نخواهند کرد. خب اینم یک صدمه و یک ضربه دیگری است برای حکومت جمهوری اسلامی که روزنامه نیویورک تایمز نوشته مقام‌های آمریکایی به دنبال متقاعد کردن عربستان سعودی برای گشودن حریم هوایی خود به روی پروازهای قطری تا میلیون‌ها دلار درآمد رژیم ایران از این طریق رو قطع کردند. یعنی هیچ پروازی دیگه بر فراز آسمان ایران اتفاق نخواهد افتاد و اخبار بد یکی پس از دیگری برای خامنه‌ای که قطر و عربستان سعودی به توافق مقدماتی برای پایان دادن اختلافات رسیدن، دارن به توافق میرسن و قطر و عربستان سعودی هم دارن به هم نزدیک میشن، که البته از این اختلافاتی که بین قطر و عربستان سعودی بود جمهوری اسلامی حسابی داشت منفعت میبرد. همزمان با سفر جراد کوشنر، داماد و مشاور ارشد پرزیدنت ترامپ به منطقه قطر و عربستان سعودی برای پایان دادن به اختلافات، به حصول به یک توافق مقدماتی نزدیک شدند. بله، صحبت‌های آقای دونالد ترامپ که میگه امکان نداره جو بایدن رئیس جمهور بشه. پرزیدنت ترامپ در این سخنرانی که در فیسبوک و حساب توییتری خودش هم منتشر کرده به انتخابات 2020 و تقلب گسترده در آن و ادامه کارزار حقوقی خود میپردازه و میگه این شاید مهمترین سخنرانی من باشه.
و پرزیدنت ترامپ افزود بسیار زود است که بتوان نتیجه انتخابات آمریکا را تایید کرد. آنچه امروز منتشر شد تنها بخش کمی از تقلب‌های انجام شده بود. دموکرات‌ها هزاران برگه‌های رأی چاپ و توزیع کردند و برای افراد ناشناس در ایالت‌های سرنوشت‌ساز ارسال کردند. ارسال آرای پستی برای سیلابی از تقلب کشور. امکان ریاست جمهوری جو بایدن وجود ندارد. ما به تلاش‌هایمان ادامه می‌دهیم تا تقلب و کلاهبرداری در انتخابات 2020 را پاک کنیم و به این صورت صداقت و اعتماد را به انتخابات و اعتماد به حاکمیتمان بازگردانیم. I want to provide an update on our ongoing efforts to expose the tremendous voter fraud and irregularities which took place during the ridiculously long November 3rd elections. We used to have what was called Election Day. Now we have election days, weeks and months, and lots of bad things happened during this ridiculous period of time, especially when you have to prove almost nothing to exercise our greatest privilege, the right to vote. As president, I have no higher duty than to defend the laws and the Constitution of the United States. That is why I am determined to protect our election. و ویدیوی دیگری داریم از شکستن سد روستایی در استان بوشهر. بخشی از دیواره بند خاکی این استان به علت مشکلات فنی در احداث سازه اون بر اثر حجم زیاد آبها در پشت اون تخریب و شکسته شد. بسیار بسیار متاسفم که این برادران قاچاقچی سپاه پاسداران همه جا ایران رو ویران کردن، جاهایی سد درست کردن که آب رو مستقیم به طرف خونه های مردم هدایت میکنه. خب نمیدونم کیا یادشونه زمانی راهیان نور، خب زمان ما هم بود که بچه های مدرسه و دبستان و دبیرستان رو سوار اتوبوس میکردن میبردن که خرمشهر و حلمشه و اینا رو بهشون نشون بدن و از زمان جنگ جاهایی که مین بوده، سیم خاردار بوده، تمام اینها رو به بچه ها مثلا نشون بدن. اخیراً 30 میلیارد تومان بودجه دولت برای راهیان، حالا ما میگیم راهیان گور، چون چند بار همین اتوبوس ها چپ شدن، بچه های مردم کشته شدن و به راستی که این راهیان نور نبود، راهیان گور بود، برای دیدن مناطق جنگی استانی میبرن اینها رو. البته چه استانی، استانی که فاضلاب نداره و هر سال با اولین باران آب زندگی مردم رو میبره شوربختانه و فروش چند گوسفند برای دسترسی به سیستم آموزشی جمهوری اسلامی که اصلا معضلی شده تو این شرایط بد معیشتی و اقتصادی. خیلی از بچه های ایران توانایی مالی ندارن که به سیستم آموزشی نصب بشن، چون نمیتونن تلفن‌های همراه داشته باشن و اصلا تلفن همراه هم داشته باشن، نمیتونن اینترنت داشته باشن. در این بیابان‌ها، در این روستاها که اینترنت وجود نداره و آنتن نمیده، معضلی شده برای اینکه بچه‌ها بتونن درس بخونن. نمیره، بعضی فیلم باز نمیکنه، حتی ما خیلی وایس بفرستیم خیلی دیر میره واسه معلم، یه پیاما دیر میان، دیر میره. خیلی از مواقع شده که اصلا کار نمیکنه. اما نبود زیرساختهای پیوستن به اون در بسیاری از روستاها مزید بر علت شده. ما سه تا بره فروختیم، برای پسرمون یه گوشی خریدیم ولی آنتن دایش ضعیفه. ما در این روستا نه اینترنت داریم نه آنتن داریم، نمیتونیم درس بخونیم از فضای مجازی. حالا به این مشکلات حجم فروشی و گرون شدن اون رو هم اضافه کنید. 23 تا اینترنت می‌خرید، برای یک ماه تا 10 روز بیشتر جواب نمیده. خلاصه این نبودن‌ها و بالا و پایین شدن‌های اینترنت
کار رو در روستاها و مناطق کم برخوردار سخت کرده. سال آخرم بعد به سختی درسام دنبال میکنم، مثلا نت نمیده. پهنای اینترنت انقدر زیاد نیسته که بخوان به این شدت مثلا همزمان همه تدریس رو شروع کنن. کندی نت از ساعت 9 صبح تا 11 صبح با این مشکل ما مواجهیم. با این وضعیت فرزندان و خب جمهوری اسلامی همیشه از اینکه مردم بدانند میترسیده و همیشه نت ایران ضعیف بوده. بالا گرفتن شعار نویسی در شهرهای مختلف ایران توسط جوانهای آزادی خواه، به راستی مردم ایران به این نتیجه مهم رسیدن که راهی به غیر از خیزش و قیام در برابر علی خامنه‌ای و رژیمش ندارن و برای آزادی میهن باید این نظام رو هرچه سریعتر سرنگون کنن. و بازی جدید دونالد ترامپ که میگه آمریکا برخلاف تصمیم قبلی خودش دو پایگاه بزرگ نظامی رو در افغانستان حفظ خواهد کرد. خب قبلا شورای ناتو در گزارشی با عنوان راهنمای عملیات غیرقانونی انتقال سلاح‌های ایران به بحرین بر اطلاعاتی در این مورد صحه گذاشته شده. خب حالا آقای ترامپ هم نمیخواد افغانستان رو ترک کنه، نمیخواد عراق رو ترک کنه و این یعنی شکست برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی دقیقاً محاصره شده، از یک طرف باکو، از طرف دیگه بحرین، عربستان سعودی، قطر و از همه طرف امکان حمله به جمهوری اسلامی هست و من امیدوارم برای کشور ما اتفاق نیفته، جنگی رخ نده و هرچه زودتر این حکومت پلید از ایران رخت بر ببنده و مردممون آزاد بشن و سلاح‌های متعارف و نامتعارف وارد شده به بحرین حاصل عملیات نقل و انتقال غیرقانونی بوده که منبع آن ایران است. هر جا بدبختی و مصیبت و کار غیرقانونی و اسلحه و ترور و این برنامه ها هست، نام ایران، نام جمهوری اسلامی می‌درخشد. در این گزارش آمده است که این اسناد نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی با اتکا به شبکه‌های محرمانه خود از ایران به بحرین سلاح وارد می‌کند و خامنه‌ای نهایتاً دریادار حبیب سیاری فرمانده ستاد ارتش رو برکنار کرد. خب یادتونه این فرمانده محترم وطن پرست مدتی پیش اومد در رسانه میلی صدا و سیما دست به افشاگری زد، صحبت‌هایی مطرح کرد که بسیار بسیار برای سپاه پاسداران و حکومت ننگین اسلامی گرون تمام شد. بریم این گفتگو رو که در رسانه جمهوری اسلامی بوده یه قسمتش رو با هم ببینیم که درباره نقش ضعیف سپاه در جنگ رو صحبت کرد. بله بله. یک ساعت نیم تو تلویزیون صحبت کردن، ضبط کردن اما پخش نکردن. یعنی کیمیا در دادم و تازه میگم، یعنی ما تو ایران انقدر بی غیرتیم که دختر 14 سالمون بره تو خط مقدم بجنگه؟ این توف به شرف ما که ما مردیم، دختر 14 سالمون بره خط مقدم، بعد عراقی ها بخوام بگیرنش؟ آقا ما ثابت کردیم دختر ما، زن ما گرفتار شده تو خرمشهر، ما برای آوردن جنازه شهید دادیم، جنازه رو دست عراقی نیافته. خب ما انقدر بی‌غیرتیم که کیمیا به خط مقدم می‌جنگه؟ چندی پیش یه کسی رو آوردم، اسمش یادم رفته، شاید این بچه‌ها بدونن، نشوندم گفتم که تا چند سال پیش که الان چند سال از جنگ گذشته؟ 30 سال گذشته دیگه. گفت تا چند سال پیش، یعنی 5-6 سال پیش
آمریکایی‌ها و نیروهای فرامنطقه‌ای توی خلیج فارس تو آب‌های داخلی ما هم میومدن، تو آب‌های سرزمین ما هم میومدن و چیزی جلودارشون نبود. این مال چند ماه پیشه، فکر کنم 3-4 ماه پیشه که من خودم شخصا به عنوان کسی که درگیر این قضیه بودم خیلی بهم برخورد و اصلا انتظار نداشتم از سیمای ما که یه چین حرفی بزنه و کسی بیاد تو برنامه زنده این حرف رو مطرح کنه. بله، حبیب الله سیاری که این فرمانده با غیرت صحبت‌های مطرح کرد که همون موقع تحت فشار قرار گرفته بود، بازداشت شده بود و حالا هم برکنارش کردن با شکایت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات. برای 5 نفر از مدیران و خبرنگاران ایرنا هم به خاطر انتشار مصاحبه با ژنرال حبیب الله سیاری رئیس ستاد ارتش پرونده تشکیل شده و برخی وسایل اونها هم توقیف شده. وی پیش از این سمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش رو به عهده داشته و اعتراض کارگران روزمزد مشهد مقابل سازمان تأمین اجتماعی در اعتراض به بی‌اعتنایی مسئولان به مشکلات خود. این کارگران با به دست گرفتن پلاکارت‌های شعارهای بیمه بیکاری نگرفتیم سر دادن، امنیت کاری نداریم، فریاد کارگران و لطفاً به مشکلات ما کارگران روزمزد رسیدگی کنید، نارضایتی خودشون رو از عدم رسیدگی به مشکلاتشون ابراز کردند. و سخنگوی وزارت بهداشت دولت انگلستان صبح امروز اعلام کرده که استفاده از واکسن کرونا ساخت شرکت فایزر تایید شده است و خب این نوید رو هم به مردمش داده که از اواسط این هفته شروع کنند به تزریق این واکسن برای مردم و شهروندان کشورشون. و اما جمهوری اسلامی هیچ طرح و برنامه‌ای برای واکسیناسیون کردن مردم ایران نداره و عمیق‌تر شدن شکاف میان دشمنان مردم ایران و اقرار بر ناکارآمدی و بی‌مصرفی مسئولان کشور در روند جنگ جناح‌های مختلف. بریم با هم ببینیم در این جمهوری اسلامی چه خبره. بیشتر از همیشه گرگان به جان هم افتادن. دهه 60 مسئولان ترور می شدند، در دهه 90 دانشمندان ترور می شوند. واقعا این سواله. در دهه 60 مسئولان را ترور می کردند. چرا؟ چون در دهه 60 شهید بهشتی، 72 یارانش، شهید رجایی و با هنرش ترور می شدن. دشمن از اونها دشمن از اونها تهدید می شد. رهبران جامعه بودن برای مقابله با دشمن. اینا مورد هدف قرار می گیرن. بله، امروز دشمن هیچ برنامه روی ترور مسئولین نداره. حالا این ناراحته که چرا دشمن نمیان مسئولین رو ترور کنه. خب این اصلا مسئولی وجود نداره که برن ترور کنن. اصلا ارزشی ندارن مسئولین در جمهوری اسلامی که بخوان برن ترورشون کنن. و به هر حال این مسئولان که اصلا هیچ احساس مسئولیتی هیچ وقت نکردن، چنان بی ارزشن که در طرح و برنامه هیچ کشوری، هیچ دولتمردی قرار ندارند از هیچ نظری. و لحظاتی گذشته، این لحظاتی پیش این خبر به دستم رسید از بلژیک. همین امروز صبح کنفرانس مطبوعاتی وکلای شورای ملی مقاومت ایران در شروع دومین جلسه دادگاه محاکمه اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست رژیم ولایت وقیه
و 3 تن دیگر از تروریست ها در بلژیک امروز، همین امروز صبح انجام شده که خب تصاویری برای من ارسال کردم، ویدیویی که اگر آماده است با هم میریم میبینیم. بله این ویدیوییه که خیلی میگن که این دستگیری اسدالله اسدی ممکنه مربوط باشه به هلاکت رسیدن فخری زاده و خب بی ارتباط هم نمیتونه باشه. فخری زاده رو خود حکومت جمهوری اسلامی به قتل رسوند. By Asadullah Asadi, and he gave it to the other two defendants to place it at Wilmar. So all the defendants were knowingly and consciously participating in these acts of terrorism. And it has also been established that the Iranian regime, and in particular the Ministry of Intelligence and Security, MIS, was behind this terrorist act. بله اسدالله اسدی تروریستی که در بلژیک گرفتار شده و خانواده امنیتی فخری زاده رو بهتر بشناسیم، شرکت‌های امنیتی که این خانواده اداره می‌کنن چه شرکت‌هایی هستن، جاسوسی این شرکت‌ها و مناطق اون کجاست. ایران نیوز خانواده محسن فخری زاده رو بدین ترتیب معرفی میکنه، از جمله همسر و 3 فرزند وی که در پروژه های امنیتی هولدینگ ساینا فعالیت چشمگیری دارن. اینا همشون شرکت ها و کمپانی هایی رو به ثبت میرسونن با پول های بادآورده، با وام هایی که از خزانه دولت میگیرن دوستان، با پول های مردم ایران میرن و این شرکت ها رو در واقع پولشویی میکنن برای دولت، در واقع برای اینکه رد گم کنی باشه خودشون در خرید و فروش اسلحه و برنامه های امنیتی فعالیت دارن و از این رو این آقا هم یکی از این افراد بوده که با پول های بادآورده یه شرکتی برای خانم بچه هاش را انداخته بوده. صدیقه قاسمی همسر فخری زاده است. حامد هانی و محمد مهدی فخری زاده هم از جمله بچه هاشن که اداره کنندگان این هولدینگ بودن و پروژه های امنیتی انجام میدادن. این هولدینگ بنابر اساسنامه اون بر پایه اندیشه های مسئولین نظام جمهوری اسلامی تأسیس شده. هولدینگ ساینا دارای حداقل 7 شرکت به نام های فخر ایمن شرق و نوین پردازشگران ساینا، شرکت ارتباط آفرینان ساینا، شرکت دادنگار ساینا، شرکت رایان افزار ساینا. خدا بده برکت، یعنی 7 شرکت رو اینها به ثبت رسوندن و سوء استفاده های مالی میکردن. شرکت نوآوران کشت و صنعت ساینا و شرکت ایرسا ساینا. خب اما مهمترین اینها کدام یک بودن؟ آقازاده های فخری زاده این شرکت ها رو کلن اداره می کردن و مهمترین و اصلی ترین شرکت امنیتی که در کارتل بزرگ خانواده فخری زاده اداره میشه شرکت فخر ایمن شرقه که یک شرکت امنیتی است و کارش واردات، فروش، طراحی، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مربوط به سیستم‌های امنیتی، مدیریتی و مداربسته، دوربین‌های مداربسته و کنترل تردد میباشد. یعنی دوستان اینجا رو دقت کنید. سیستم‌های امنیتی، مدیریتی، مداربسته، دوربین‌های مداربسته، کنترل تردد، یعنی به زبان خودمونی بهتون بگم یعنی بخشی از همان کار جاسوسی و شناسایی مبارزان راه آزادی. یعنی دوربین هایی که در خیابان ها به کار میبرن از شرکت همین فخری زاده هاست. بله دست این زالوزادگانه که بچه های ما رو شناسایی میکنن، جاسوسی میکنن، شنود میکنن تلفن های ما رو، سایبر و
و از این جمله برنامه ها همگی و همگی 7 تا شرکت زیر دست آقازاده های فخری زاده است و خانومش و دخترش و بچه هاش. خب دوستان مبارز از داخل ایران هم محبت کردن، مدارکی رو فرستادند، گفتن که جاسوسی و کنترل ترددات، و مطمئن باشین بچه های وطن پرست در داخل ایران از شماها نمیگذرن، خانواده فخری زاده از شماها نمیگذرن، گرچه شماها دیگه برای جمهوری اسلامی هم مثل یک علف هرز هستید، یه مدت ازتون استفاده میکنن و بعد این دستمال شما رو مچاله میکنن میدازن تو سطح آشغال. خانواده فخری زاده این رو بدونن که اگر حکومت جمهوری اسلامی ترتیب شما رو نده، قطعا مبارزان راه آزادی از شما نخواهند گذشت. ببینید که دوستان حتی آدرس این افراد رو، این بچه های فخری زاده رو برای من فرستادن، گفتن که در پاسداران و در کوهستان دوم واقع شده، دقیقا همان محلی است که سلاخی دراویش گنابادی در گلستان یکم در بهمن و اسفند 96 انجام گرفته و محل شناسایی و دستگیری براندازان در آبان 98 بوده. آدرس دقیق دیگری: تهران، منطقه 8 پاسداران، میدان 9 بنیاد، نبش کوهستان دوم، پلاک 598، واحد 1. این شرکت امنیتی فرزندان فخری زاده است و خب جاتون رو پیدا می کنن و شما در امان نخواهید بود. بچه های ایران، بچه های با شرف ایران زمین، قطعا همه شما رو به سزای اعمالتون خواهند رسوند. بله، این آقای فخری زاده حسابی دم کلفت بوده. دوستان خوبم آدرس دقیقش رو دوستان برای ما فرستادن که میبینین حتی شماره ملیشون هم برای ما فرستادن، 2070356327. هانی فخری زاده هم قائم مقام شرکت فخر ایمن شرقه که شماره ملیش 2014100005. محمد مهدی فخری زاده دیگر فرزند و هم عضو هیئت مدیره این شرکت با شماره ملی 2070213811. حتی این شماره ملیشون هم یه جورایی برنده، یه جورایی 2070 و واقعا لاکچری زندگی میکنن اینها. و عادل فردوسی پور که یه مدت یه برنامه داشت به نام برنامه 90، میدونم همه جوانای ایران این برنامه رو میدیدن، دوست داشتن، دوشنبه شبها بسیار پربیننده بود، ولی صدا و سیمای جمهوری اسلامی آقای فردوسی پور رو گذاشت کنار، بعد یه برنامه دیگه دادن، بعد گفتن مظلوم نمایی کرده، بعد گفتن خودش رفته، هزار جور داستان توش در اومد، آخر معلوم نشد که جریان چی بوده. حالا علی فروغی رئیس شبکه 3 صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی که پسر باجناق حداد عادل و پسر خاله زن مجتبی خامنه‌ای، یه لایوی میذاره و صحبت میکنه در مورد رمز و راز این عادل فردوسی پور. بفهم دیگه نمیشد اینجوری ادامه داد، خیلی روشن، ما نه محبوبیت ایشون برامون مثلا پنهان بود، نه تخصص ایشون برامون پنهان بود. من تو واقعا عرض میکنم بهترین دروازه‌بان شما میتونی که این دائما داره توی خط دیگه‌ای کار میکنه، خب نمیتونی باید بگی یکی دیگر بذاری دروازه. این درباره ایشون مهمترین بحث این بودش که کار از مدارش داشت خارج میشد، بقیه هم داشتن نگاه میکنن گفتن اگر مثلا یک کسی میتونه از مدار خارج شه به خاطر محبوبیتش کسی هم بهش چیده. اگه شما چیزی فهمیدین ازش، اصلا اینو اصلا به قیافش میخوره که این رئیس شبکه صدا و سیمای ما ایرانی ها باشه. ما ایرانی ها که نیست، این شبکه صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامیه. امروز چنین شبی و بربر شدن،
من دنبال عدالت رفتم، با من تو بگو کجا برابر شدم. هر آینه دنبال عدالت رفتم، با من تو بگو کجا برابر شدم.